بچه ها با سلام عرض میکنم. امروز میخوایم ادامه بدیم به درسمون راجع به تعمید روح القدس. یه چیز خیلی اساسی و مهمه برای تقویت شما. گفتیم تعمید روح القدس برای اینه که ما بتونیم به زبانهای غیر یا زبانها زبان روح القدس دعا بکنیم و در روحمون تقویت بگیریم. و گفتیم خیلی نفعهای مختلف داره. خدا رو به نحو احسنی سپاس میگیم، در روح اسرار الهی رو آشکار میکنیم و بعد روحمون تقویت پیدا میکنه. حالا سوال اینه که اگر من به زبانها دعا نکنم آیا تعمید روح القدس دارم یا نه؟ اینکه این سواله. آیا نشانه تعمید روح القدس سخن گفتن به زبانهاست؟ جواب ما از طریق انجیلی بله، بله یا آره. اوکی، میخوایم بریم تو انجیل رو نگاه بکنیم. در اعمال رسولان باب 2 میگه وقتی روز پنتکاست رسید همه ایمانداران با هم در یک جا جمع بودن، ناگهان صدایی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه را که در آن نشسته بودند پر ساخت. در برابر چشم آنان زبانهای مانند زبانهای آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و به هر یک از آنان قرار گرفت. گوش بدین ببینید آیه 4 چی میگه. همه از روح القدس پر گشتند. ببین اینا روح القدس همشون پر شدند و به طوری که روح به ایشان قدرت بیان بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردن. ببین روح القدس به اینها قدرت بیان داد، نه اینکه روح القدس زبانشون رو تکون بده. روح القدس این قدرت بیان رو داد، اینها به زبانهای دیگه شروع به صحبت کردن، نه روح القدس بلکه ما این که صحبت میکنیم. میگه نشانه این که اینها از روح القدس پر شدن زبانهای دیگر. در اعمال ببینید، در اعمال باب 8 وقتی در سامره بیداری بزرگی انجام شد به واسه فیلیپوس، پتروس و یوحنا اومدن اونجا. ببین چی میگه. همین که رسولان ساکن اورشلیم با خبر شدن که سر سامره هم پیام خدا با استقبال روبرو شده است، پتروس و یوحنا رو نزد آنها فرستادن. چرا؟ وقتی آنها به آنجا رسیدن، ببین مسئله چقدر مهمه که به محض اینکه رسیدن سوال اولشون این بود، برای ایمانداران دعا کردن تا روح القدس را بیابند. گفتیم اول قرنتیان باب 12 آیه 3 میگه بدون روح القدس یک فرد نمیتونه اعتراف بکنه عیسی خداونده. اینی که همه اینا روح القدس داشتن ولی از روح القدس پر نبودن، تعمید رو نداشتن. اینی که اینا هم رسیدن براشون دعا کردن تو روح القدس بیام. آیه 16 میگه زیرا آنها فقط به نام عیسی خداوند تعمید گرفته بودن و تا آن زمان روح خداوند بر آنان نازل نشده بود. اینه که اینا تعمید رو نداشتن. بعد چی میشه؟ آیه 17 میگه پس پتروس، بنابراین پتروس و یوحنا دست بر سر آنان گذاردن و آنان روح القدس را یافتن. از کجا میدونیم روح القدس یافتن؟ در آیه بعدش میگه، در آیه بعدش میگه، میگه وقتی شمعون دید که با دستگذاری رسولان روح القدس عطا میشود، پولهای خود را نزد پتروس و یوحنا آورد و گفت این قدرت هم به من بدیم. پس اینکه یکی دیدن، شمعون دید که روح القدس به وسیله دستگذاری پتروس و یوحنا به مردم عطا میشه. باز در اعمال باب 10 پتروس میره خونه کورنیلیوس، شروع به موعظه میکنه. وسط موعظه پتروس، کورنیلیوس که سروان رومی بوده با خانواده‌اش خارج از قوم یهود بودن، ایماندار میشن، به کلام پتروس ایمان میارن، قبول میکنن و همون موقع از روح القدس پر میشن. ببین چی میگه. پتروس هنوز صحبت میکرد که روح القدس بر همه شنوندگان نازل شد. از کجا میدونن؟ میگه و مؤمنان یهودی نژاد که همراه پتروس آمده بودند، از اینکه بخشش روح القدس به غیر یهودیان نیز داده شده بود دچار حیرت شدند. زیرا ببین نتیجه میشنیدن که به زبانهای صحبت میکنن و خدا را تمجید مینمایند. اینی که به وسیله تعمید روح القدس، تعمید روح القدس یعنی این که شما از روح القدس پر شدی و هدیه زبانها یا دعا به زبانها رو دریافت کردی. اینه که نشانه تعمید دعا به زبانهاست و خیلی عمل ساده ایه. اگر با ایمان همین الان قبول بکنی، شما میتونی از روح القدس پر بشی و به زبانها دعا بکنی. در نام عزیز عیسی مسیح خداوند می طلبم همه این مقدسین خدا که از مسیح و به عنوان خداوند قبول کردن و می خوان امروز روح القدس رو دریافت بکنن، اینها رو از روح القدس ای خداوند از تو می طلبم پرشون بکنی
در نام عیسی مسیح با سپاسگزاری.